سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، برنامه هندیمن رو تماشا میکنید. در برنامه امروز جلسه سوم جوشکاری آرگون رو با هم دیگه پی میگیریم. اگر به این دست برنامه آموزشی علاقه مند هستید، لطفا از همین زیر دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر در کنارش دکمه زنگ هم بزنید، از ویدیوهای جدید با خبر میشید. اگر به جوشکاری و جوشکاری آرگون علاقه مند هستید، لطفا تا آخر برنامه با من همراه باشید. در برنامه امروز در مورد تنگستن، حرکت توچ، شروع قوس و همینطور مسائلی مثل پست فلو و پریفلو صحبت میکنیم. در مورد فیلرها هم صحبت میکنیم. به سوالات شما حتما جواب خواهم داد. اول خدمتتون عرض کنم که چرا اصلا تنگستن، چرا فلز دیگه رو برای الکترود انتخاب نکردن. تنگستن یه سری ویژگی خاصی داره، مثل دمای ذوب بسیار بالا در حدود 3400 درجه، که این ویژگی باعث میشه که انتخاب خوبی برای الکترود غیر مصرفی باشه. همینطور تنگستن در انتقال الکترون ها فلز بسیار خوبی است. تنگستن هایی که در بازار هستن 17 سانتی طولشون هست و باید حدود 40 ساعت جوشکاری رو به شما جواب بده. انتهای تنگستن ها بر حسب کاربردشون رنگشون متفاوته. اون چیزی که مورد استفاده ما هست تنگستن قرمز هست. تنگستن هایی که در بازار هستن یا خالص هستن و یا ترکیبی با اکسید توریوم هست. اکسید توریوم یک ماده رادیواکتیو است. مهمترین قسمت ایمنی جوشکاری آرگون همین داستان تیز کردن تنگستنتون است. تو این قسمت باید شما ایمنی رو رعایت بکنید. بر حسب میزان اکسید توریومی که تنگستنتون داره، رنگ‌های متفاوتی میتونید داشته باشید در بازار. البته ترکیبات دیگه از تنگستن هم در بازار وجود داره، مثل تنگستن با اکسید سریوم که اون میگن دیگه خطر رادیواکتیو هم نداره. خلاصه که خدمتتون عرض کنم، تنگستن سبز، تنگستن خالصه و هیچ ترکیبی درش وجود نداره. تنگستن قرمزی که ما ازش استفاده میکنیم حدود 2% اکسید توریوم داره و تنگستن های مثلا صورتی و پرتغالی به حدود 3-4% اکسید توریوم دارن. نکته بسیار مهمی که باید در مورد تنگستن خدمتتون عرض کنم در مورد زاویه تیز کردن نوک تنگستن هست. به 3 زاویه شما میتونید نوک تنگستنتون رو تیز کنید: زاویه 15 درجه، 30 درجه و 60 درجه. اون زاویه‌ای که معمول هست و ما استفاده می‌کنیم زاویه 30 درجه هست، اما بر حسب مورد امکان داره که شما مجبور شید که به زاویه 15 درجه تیز کنید. و فرق این 3 زاویه هم با هم اینه که زاویه نوک 15 درجه عمق جوش بسیار زیاده، زاویه 30 درجه عمق جوش متوسطه و زاویه 60 درجه عمق جوش زیاد نیست، در عوض پهنای جوش زیاد میشه. شما تنگستن رو میتونید با سنگچرخ تیز کنید، با مینی فرز هم میتونید تیز کنید، با دستگاه مخصوص تیز کردن تنگستن هم میتونید تیز کنید. این دستگاه مخصوص رو که من ندیدم، شاید حالا کارگاه بزرگ داشته باشن. طریقه تیز کردن تنگستن با سنگچرخ رو در جلسه قبل فیلم کوتاه ازش دیدیم، اما اگر سنگچرخ هم نداشته باشید میشه با مینی فرز تنگستنتون رو تیز کنید. عادت تیز کردن تنگستن با مینی فرز یه سری قلقای خاصی داره که اینو خدمتتون بعداً عرض می‌کنم. دوستان گرامی، میرسیم به مهمترین قسمت این 3 جلسه اخیر که شروع قوس هست. شما شروع قوستون مهمترین قسمت کارتون هست. تا الان ما داشتیم دستگاه رو ستاپ میکردیم، آماده میکردیم که بتونیم این کار انجام بدیم. شروع قوس یعنی شروع جوشکاری و شما باید بتونید این کار رو یاد بگیرید و انجام بدید. اون چی که هدف من در این برنامه هست، یادگیری جوشکاری آرگون با اینورترهای معمولی هست و شیوه شروع قوس با اینورترهای معمولی به صورت خراش دادن هست، دقیقا مثل همون سبک جوشکاری برق. شما وقتی که جوشکاری برق رو میخواید انجام بدید، باید نوک الکترود رو به صد کار تماس بدید تا قوستون برقرار بشه. دقیقا مشابه همین در جوشکاری آرگون هم باید انجام بدید. این کار یه مقدار نیاز به تمرین داره، اما شدنیه. اینکه دوستان میگن که نه حتی باید دستگاهتون هایپرکانس داشته باشه، نه نیازی نیست. شما یه مقدار تمرین بکنید، نهایت بخواید 2-3 تنگستن مصرف کنید و یه هفته وقت بذارید، بعد یک هفته مطمئنا شروع قوس با اینورترهای معمولی را یاد خواهید گرفت. علاوه بر این روشی گفتم، دو روش دیگه هم برای شروع قوس وجود داره. اولین شیوه شیوه هایپرکانس است و دومی هم روش لیفت است. هر دو رو الان خدمتتون عرض کردم که برای شروع قوس در حالت عادی شما باید حتماً نوک الکترودتون رو با سطح کار تماس بدید، اما در حالت هایپرکانس شما دیگه نیاز نیست این کار انجام بدید. خود دستگاه با ولتاژ بسیار بالا، مثلا بالای 1000 ولت، از فاصله 2-3 میلیمتری هم میتونه قوس رو یه قوس خوب و نرم و برقرار بکنه. روش هایپرکانس همه جا قابل استفاده نیست. بعض جا میگید شما جوشکاری انجام میدید که دستگاه مخابراتی اونجا هست، موبایل هست و شما نمیتونید از روش هایپرکانس استفاده بکنید، چون باعث تداخل در بین این دستگاه میشه. از چه روش استفاده میکنید؟ روش لیفت کردن. اگه یادتون باشه در جلسه قبل در مورد پدال پایی خدمتتون عرض کردم، روش لیفت کردن به این صورت هستش که شما نوک الکترودتون رو به سطح کار میچسبونید، همزمان که پدال پایی رو سمت پایین فشار میدید، نوک الکترودتون هم 2-3 میلیمتر از سطح کار دور میکنید و قوستون به راحتی ایجاد میشه. در مواردی که روش هایپرکانس قابلیت استفاده نداره،
ما یه وقتی روش لیفت کردن استفاده میکنیم. اما روشی که من میخوام باهاتون صحبت کنم در موردش فقط همین روش خراش دادن است. یعنی این روشی که بشه با همین اینورترهای معمولی که ما داریم بتونیم مشکلیاکون رو انجام بدیم. روش خراش دادن هم خود سه چهار حالت مختلف داره. اولی روش نوک زدنه، یعنی نوک الکترودو میچسبونید و جدا میکنید. روش دوم روش خراش دادنه. روش سوم استفاده از یه پلیت مسی، قوس رو برای پلیت مسی شروع میکنید و برای سطح کارتون منتقل میکنید. و روش آخر استفاده از یه فیلر هست، به این صورت که نوک الکترود رو 2-3 میلیمتری سطح کارتون نگه میدارید و با یک فیلر یه ضربه به نوک الکترود و سطح کارتون وارد میکنید و به این صورت قوس رو آغاز میکنید. قبل اینکه بریم سر مبحث حرکت ترچ و حرکت دست، یه مطلب رو خدمتتون عرض کنم در مورد پست فلو و پری فلو که به فارسی ترجمه شده پسگاز و پیشگاز. انگار بگه جوشکاریتون تموم شد، اگر شیری که بر روی ترش هست رو بلافاصله ببندید، تنگستان شما سریعاً سیاه و اکسیده میشه. برای محافظت از تنگستان ما نیاز داریم به این که جریان گاز آرگونمون چند ثانیه بعد از اینکه جوشکاری ما تموم شد ادامه داشته باشه. به این میگن پست فلو. و اینکه مدت ادامه دار بودن جریان گاز آرگون چند ثانیه باشه بستگی به میزان گرما و میزان آمپولی هستش که شما انتخاب کردید. و این زمان معمولا بین 5 الی 10 ثانیه هستش. مبحث دیگه هم هست به نام پریفلو یا پیشگاز. پریفلو یا پیشگاز برای جوشکاری آهنهای کربنی نیازی نیست، اما برای استنلس استیل حتما نیاز، حداقل باید 1-2 ثانیه شما پیشگاز داشته باشید. خب دوستان گرامی، میخوام در مورد طریقه حرکت ترش و طریقه دست گرفتن ترش باهاتون صحبت بکنم. ببینید این ترش آرگون شما هر جور که راحتی میتونید اینو دست بگیرید، اما اون چیزی که اصولی هست من خدمتتون عرض میکنم. برای ابتدای کار، برای اینکه دستتون عادت بکنه، از یه ماژیک معمولی استفاده میکنید. ماژیک رو باز میکنید سرشو و بر روی یک خط صاف ماژیک رو حرکت میدید. چندین بار این کار انجام بدید تا اینکه دستتون عادت بکنه بر روی خط صاف بتونه حرکت بکنه. این کار آموزش بیس حرکت ترشه. کسایی که دستشون لرزش نداره و مشکلی ندارن خب خیلی سریعتر اینو یاد میگیرن. مرحله بعدی میرید خود ترش رو دستتون بگیرید. ترش رو به این صورت به دستتون نگیرید، دقیقا به همون صورت که ماژیک رو به دستتون گرفتید ترش رو به دستتون میگیرید، به همین صورت. و شیر گاز هم با همین دو انگشتتون میتونید تنظیم بکنید، گازو بسته بکنید و این کارتون راحت هستش. اگر دقت بکنید ما یه دو تا کابل داریم، یکی شلنگ آرگونه و دیگری کابل مسی. این کابل خود سنگینه، بهترین کار اینه که کابل روی پاتون بندازید و به همین صورت ترش رو به دستتون میگیرید. اما موقع حرکت دادن به چه صورت میخواین این کار رو انجام بدید؟ یکی از دوستان کامنت گذاشته بود که آقا دستم میلرزه من چیکار بکنم. برای دوستانی که دستشون میلرزه حتما دستشون تکیه بدن به میز. در ابتدای راه بهترین کار اینه که بشینید و کار جوشکاریتون رو انجام بدید. دستتون رو بر روی لبه میز بذارید و به آرامی همراه با ترش حرکت بدید. نکته دیگه که باید خدمتتون عرض کنم در مورد زاویه ترش هستش. ببینید اینو میگن زاویه 90 درجه، اینو میگن زاویه 45 درجه. زاویه ترشتون باید بین 70 الی 75 درجه باشه. این اگر این 90 درجه هست یه مقدار اینو متمایل میکنید، به همین صورت باید این دستتون حرکت بکنید. نکته مهم دیگه که هست در مورد فیلر هست و شکل تغذیه فیلر. بعد از اینکه دستتون عادت کرد و حرکت دستتون روان شد، شما شروع میکنید با دست دیگه‌تون فیلر رو گرفتن. فیلرها در اندازه‌های متری هستن، طبیعتاً بهتره که اون رو نصف کنید تا کار باهاش راحت‌تر بشه. اما فیلر رو بعد چطور دستمون بگیریم؟ اول اینکه فیلر رو عرض کنم خدمت، فیلر رو نصف می‌کنیم. فیلر رو به این صورت داخل دو تا انگشت می‌گیرید و به این راحتی می‌تونید فیلر رو حرکت بدید. اما اگر راست دست هستید، ترش باید دست راستتون باشه، از راست به چپ جوشکاری انجام بدید. اگر چپ دست هستید، ترش رو دست چپتون می‌گیرید و از چپ به راست. مثل جوشکاری برق نیست که در صورت شما باید از چپ به راست مثلا جوشکاریتون انجام بدید. نکته مهمی که باید شما در نظر داشته باشید اینه که زاویه بین فیلر و تنگستان ترش باید حدوداً بین 90 تا 100 درجه باشه، یعنی به این صورت. به این صورت زاویه فیلر و ترش باید حدوداً بین چیزی 90 تا 100 درجه این صورت باشه. حالا دوستی میگفتش که آقا من دستم میلرزه من چیکار بکنم؟ اگر نمیتونید فاصله نوک تنگستان رو با سطح کار تنظیم بکنید یا دستتون میلرزه، از این روش که میگم خدمتتون استفاده میکنید، این مقدار تمرین میکنید تا دستتون روون. از یه تکه لترون یا MDF استفاده میکنید
میذارید لبه میزتون و ترش رو دستتون میگیرید و آروم شروع میکنید به حرکت دادن. چندین بار اینو به صورت خالی انجام بدید، دست روون میشه و آماده میشید برای انجام دادن جوشکاری آرگو. انتظار نداشته باشید که همون جلسه اول که شروع کردید جوشکاری بتونید جوشکاری خوبی انجام بدید. اگر شما بتونید ترشتون رو در این راستا بدون مشکل حرکت بدید، اینو یاد بگیرید، دیگه من فکر نمی‌کنم مشکل زیادی داشته باشید. میمونه تغذیه فیلر که اونم خیلی زود مطمئناً فراخواهید گرفت. اما در مورد انواع فیلر تو بازار میخوام باهاتون صحبت کنم. فیلر آلومینیوم داریم، فیلر مسمار داریم، فیلر کربن استیل داریم و فیلر استنلس استیل. اون چیه کار من هست و ما میتونیم با این اینورترهای معمولی انجام بدیم. یکی کار با فیلر استنلس استیل و دیگری کار با فیلر کربن استیل. فیلر در قطرها و اندازه‌های مختلف وجود دارن. فیلری که شما تهیه می‌کنید هرچه قطرش کمتر باشه، شما به آمپراژش کمتری برای جوشکاری نیاز دارید. همون اول کار من توصیه می‌کنم با از فیلرهای نازک شروع کنید. با فیلر مثلا 2-4 استفاده نکنید. خب دوستان گرامی اگه دقت بکنید، فیلر کربن استیل که رنگی که می‌بینید یه تقریبا یه رنگ مسی رنگ داره، البته این مس نیست، فقط یه پوششیه که به این رنگ هستش. و دیگری فیلر استنلس استیل. اگر دقت بفرمایید انتهای این فیلرها یه شماره هست، شماره که عکس شده هست ER17S، البته شماره 6 همون آخر هست. شماره‌ای که در انتهای فیلر استنلس استیل نوشته شده ER308L هستش. فیلرهایی که در بازار وجود دارن معمولا یا چینی هستن یا کره‌ای هستن، اما این فیلر کربن استیلی که می‌بینید مال شرکت ایرانی آما هست. دوستان عزیز می‌خوام مطالب تئوری رو تموم کنم که از جلسه بعد بریم داخل کارگاه و به صورت عملی کار کنید. اگر مطلب تئوری باقی مونده داخل کامنت بپرسید، حتما بهتون پاسخ میدم. بپردازیم به سوالات شما. تایتان عزیز پرسیده که آیا حتما باید از تنگستن استفاده بشه یا اصلا بدون تنگستن میشه جوشکاری آرگان انجام داد؟ طبیعتاً خیر نمیشه. حالا اینکه چرا از تنگستن استفاده کردن، به خاطر خواص خوبیه که تنگستن نسبت به فلزات دیگه داره. دوست دیگه پرسیدن که یه دستگاه تیک معرفی کنید که هم قیمتش پایین باشه و هم همه امکانات تیک مثل هایپرکانس، سیستم فارسی، جریان AC و امثالامو داشته باشه. این سوالو اجازه بدید آقا التهاب بازار بخوابه، چون الان قیمتا همینجوری داره میره بالا، اصلا خیلی هم کسا دستگاهاشون رو نمیفروشن و اوضاع اصلا خوب نیست از این لحاظ. یکی از دوستان به نام فازبار پرسیدن که قیمت شارژ کپسول آرگون چقدره و آیا این که به صرفه هست یا نه. ببینید تا هفته پیش قیمت شارژ یک کپسول 40 کیلویی آرگون بود حدود 180 هزار تومان. من پریشب که پیش این دوستان بودم به من گفتن که، یعنی مرکزی که کپسول رو شارژ میکنن، به من گفتن که قیمت جدید اومده و ما خودمون هنوز قیمت جدید رو خبر نداریم. دوستی گفتن که رفتن ترچ آرگون بخرن و اسم سه تا برند رو بردن، بهجوش، راد و توانجم، گفتن که کدومو بخرم بهتره. خب دوست عزیزم باید اول بفهمن که کارش چیه و ترچ چند آمپری میخواد تا من بهشون بگم کدوم بهتره. دوستی در مورد اتصالات آرگون پرسیده. در جلسه قبل تقریبا توضیح دادم، دقیق نفهمودن که منظورش اتصالات به کپسول و مانومتر هست یا اتصال کابل و امثال هم. این انتهایی همبر الکترود معمولیه، اینم انتهایی ترش آرگونه، هر دوتاشون یکی هست، هیچ فرقی با هم ندارن. تنها چیزی که اضافه تر داره یه شلنگ گاز هست که شما باید به کپسول آرگون اینو متصل بکنید. وگرنه اتصال خاص دیگه‌ای نداره مگر اینکه دستگاه مخصوص آرگون باشه که یه کانکتور 10 پین هم طبیعتاً اضافه میشه. تنظیم دستگاه جوش با قابلیت پالسی گفتن. من اینو خدمتتون توی جلسه جدا حتما عرض میکنم، چون دستگاه جوش آرگون پنل‌های جلویشون متفاوت هستن. بعضیا فقط ولوم دارن، بعضیا ترکیب ولوم و کامپیوتری، بعضیا تمام کامپیوتری. من هر سه نوع اینا رو توی جلسه جداگانه اجازه بدید خدمتتون، چون میخوام اینجا الان بگم خدمتتون خیلی طولانی میشه. دوست دیگه به نام رسول در مورد کاربرد ولوم ها و جوشکاری AC گفت. ببینید دوستان عزیز، من فقط در مورد جوشکاری استنلس استیل و کربن استیل باهاتون میخوام صحبت بکنم. جوشکاری AC آلومینیوم دنیای متفاوت داره، اجازه بدید که در جای خودش به اون بپردازیم. در مورد مشکل لرزش دست و استارت قوس خوندن، استارت قوس تمرینه. در مورد لرزش دست، لرزش دست خدمتتون عرض کردم، یه دیگه چوب مثل همون MDF که خدمتتون آوردم، بذارید دستتون تکیه بدید، من رو روی همون حرکت به این دستتون یه مدت که تمرین کنید این مشکلاتتون حل میشه. در مورد خطرات آرگون گفتن. ببینید مهمترین خطری که در جوشکاری آرگون هست تیز کردن تنگستان دوره. یه خطر دیگه هم داره که در مورد گاز آرگون، هر گازی رو شما زیادی استنشاق بکنید امکان داره مسمومیت براتون پیش بیاد. طبیعیه جایی که دارین جوشکاری انجام میدین باید هوا در جریان باشه، موقع تیز کردن تنگستن عینک، ماسک و کلا فراموش نشه و همینطور مواظب گاز آرگون هم باشه. جوشکاری برق که ما هممون انجام میدیم بسیار خطراتش بیشتر از این داستانه. اون دودی که اون داره خیلی بیشتر از اینه، اصلا دودی نداره. یه مقدار گاز آرگون داره اما اونقدر نیست که شما رو بخواد اذیت کنه. دود اون و صدمات جوشکاری برق به نظر من بسیار بیشتر از جوشکاری آرگونه. دوستی پرسیدن که اگر به جای گاز آرگون از کریپتون استفاده بکنیم چی میشه؟
اول اینکه خود تهیه گاز آرگون کار سختیه، دیگه چه برسه به تهیه که مطمئنن مسائل مالی این وسط هست. مسئله مهم دیگه که اینجا هست قابلیت یونیزه شدن بسیار خوب گاز آرگونه. مبحث تئوری ما در مورد مشکل آرگون تموم شد. اگر من چیزی رو جا انداختم حتما تو کامنت بپرسید، من بهتون جواب میدم. از جلسه بعد میریم وارد کارگاه میشیم و به صورت عملی کار مشکل آرگون رو انجام میدیم. هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.